سلام عرض می کنم خدمت تک تک شما که همین لحظه شنونده برنامه سخنسرا از چینل افغانستان ژورنال هستین. امید می برم خوب و صحتمند باشین و لبخند بر لبانتان جاری باشه. و دوستانی که تازه با برنامه پیوستن می خواهیم برشان بگیم که برنامه سخنسرا شامل سخنان بزرگان در موارد مختلف است. البته موارد مختلفه که اگر ما او موارد و او جملات را در زندگی خود تطبیق بکنیم و پیش بگیریم بر ما مفید و مؤثر خواهد بود و باید بگویم که ما سخنان را در برنامه می گنجانیم که شما هم بتانین از او استفاده مفید و مؤثر خود را بکنین. می خواهیم شنونده ما باشین و قبل از همه چینل افغانستان ژورنال را سابسکرایب بکنین و یک سپاسگزاری خاص از جمع همکارانم دارم که زحمت می کشن و برنامه های متنوع مختلف را به شمول داستان های بسیار زیبا پیشکش حضور شما می کنن و سعی و تلاش ما هم همین است تا شما راضی باشین. و در برنامه امروزی سخنان بسیار زیبا از بزرگان جهان را در مورد زن برای شما گرد آوردیم و پیشکش حضور شما عزیزان می کنم. واقعا زن او موجوده هست که بسیار زیاد ارزش داره. همون قسمه که بزرگان گفتن زن خواهر است، زن مادر است، زن همسر است و بالاخره زن است که اجتماع را می سازه، ما را می سازه. ما باید ارج خاص به زنها داشته باشیم و این همون قشره است که در دین اسلام هم جایگاه خاص خود را داره. به همین ترتیب برنارد شاو در این مورد چنین می گوید: زن شاهکار خلقت است. در دنیا تنها دو چیز زیباست، زن و گل. تمدن چیست؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است. جمله از امرسون. زن رسما مربی مرد و مهذب اخلاق اوست. جمله از آنتول فرانس. اگر زن نبود، نوابغ جهان را چه کسی پرورش میداد؟ نوشته از ناپلیون است. واقعا زن است که نوابغ جهان را پرورش میدهد و نوابغه های بسیار نامدار، قهرمانان زیاد را ثبت تاریخ کرده و اشخاص که در عرصه های مختلف نامشان در تاریخ ثبت است، چه شعرها، چه فیلسوفها، دانشمندان، دکترها، انجینیرهای بسیار بزرگ، کسایی که مخترع بودن، اینا همه و همه برمیگرده به امو زنان قهرمانی که این اشخاص را پرورش داده. مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان است. و به همین سلسله جمله بسیار زیبا در مورد زن که می نویسد: مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند. خشم زن مانند الماس است، می درخشد اما نمی سوزاند. جمله از رابندر اینات. زن تاج سر آفرینش است، او شریک زندگی و یار ساعت درماندگی است. و همچنان لامارتین، یکی از دانشمندان جهان، می گوید: منشأ هر کار بزرگ زن است. زن کتاب است که جز با مهر محبت خواندن نمی شود. چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند مهربانی اوست، نه سیمای زیبایش. جمله زیبا از ویلیام شکسپیر. هر کجا مرد یافت شد که به مقامات عالیه رسیده، یقینا زن پاکدامن او را امراهی کرده است. و ما شما ایر هم شنیده باشیم که پشت هر مرد موفق دست یک زن شجاع است. زن کانون پرفروغ خانواده، مرکز مهر، مظهر عشق، نمایشگر پاکی، نمونه عطوفت و چشمه عنایت است. یکی از یادداشت‌های از اقبال لاهوری در مورد زن بود: آینده اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود، تنها اوست که میتواند آن را نجات دهد. هنگامی که روح در تو دمیده میشود، در بطن یک زن هستی. هنگامی که گریه میکنی، در آغوش یک زن هستی. هنگامی که عاشق میشوی، در قلب یک زن هستی. زن امانت است، نه هدف برای اهانت. زنان زود پیر می شوند چون از کودکی مادرند. اول مادر گودی هایشان و بعد مادر عزیزانشان و بعد مادر فرزندانشان، بعد هم مادر پدر و مادرشان. واقعا زنها را کمتر می توان فهمید اما بیشتر می شود دوست داشت. همان گونه که می گویند
پشت هر مرد موفق دست زنی هست، اما پشت هر زن موفق یک دنیای از مشکلات که در عالم تنهایی با خود حلشان میکند. ببینید دوستا، واقعا زن یک موجود خیلی بردبار، یک موجوده که بسا مشکلات زیاد را در زندگی خودش تحمل میکنه، اما هیچگاه نمیخواد پدر مادرش اذیت شود، هیچگاه نمیخواد برادرش اذیت شود، هیچگاه نمیخواد فرزندش ناراحت شود و یا هم شریک زندگیش مشکل ببینه و یا رنج بکشه. همه ای کوه از مشکلات را خودش متقبل میشه تا پل باشه برای دیگران. واقعا زن قابل قدر است. به یک زن احترام بگذارید، چون می توانید معصومیتش را در شکل یک دختر حس کنید، می توانید علاقه اش را در شکل یک خواهر حس کنید، گرمایش را در شکل یک دوست حس کنید، اشتیاقش را در شکل یک معشوقه حس کنید، می توانید فداکاریش را در شکل یک همسر حس کنید، روحانیتش را در شکل یک مادر حس کنید، برکتش را در شکل یک مادر بزرگ حس کنید. حس آزاد دخترانه را به مهر مادری دادن بزرگترین ایثار یک زن است. زنهایی که نه رقابت می کنند و نه حسادت و آرام از کنارت می گذرند، نه جلب توجه می کنند و نه توجهت را می خواهند. زنهایی که ساده می پوشند، ساده حرف می زنند و ساده می بخشند. اینها زنانی هستند که احساساتشان ریشه در آسمان دارد، که عشق برایشان کافی نیست و اگر روز تو را به دنیای خود راه دهند، خیال بازگشت به خودی خود از حافظت پاک می شود. اینها خدایان عشقهای زمینی و وارثان عشقهای آسمانی هند. چرا زنان دوست داشتنی هند؟ چتر حمایت او را احساس می کنی زمانی که خواهر توست. هیجان و عشق او را احساس می کنی زمانی که عاشق توست. از خودگذشتگی او را احساس می کنی زمانی که همسر توست. پرستش و ایثار او را احساس می کنی زمانی که مادر توست. دعای خیر او را احساس می کنی زمانی که مادر بزرگ توست. او یک زن است، او یک زندگی است. به او احترام بگذار و به او عشق ببرز. از زن شنونده در قسمت برنامه سخنسرا که در وصف زن براتون تهیه کردیم، می خواهیم چند نکته را از دیدگاه اسلام، دین مقدس ما، شما براتون اشاره بکنم که چنین می نویسند: یکی از عالی ترین برنامه های اسلام که این دین را سرآمد تمام ادیان قرار داده است، از بین بردن تمامی بی‌عدالتی نسبت به زن بوده است. اسلام بنیاد برتری طلبی های قومی، نژادی، جنسی و مالی را ویران نموده و تمام انسان ها از مرد و زن، غنی و فقیر، عرب و عجم، سیاه و سفید، زشت و زیبا را در یک صف قرار داد. این دین آسمانی تنها ملاک برتری را تقوا و ارزش های معنوی و فضایل اخلاقی دانسته است. خداوند متعال می فرماید: ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. نمونه های تاریخی گواهی صادق بر این مدعا است. در طول تاریخ زنان بسیاری بودند که به عنوان زنان نمونه و الگو معرفی شدند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین می فرمایند: همانا خداوند از غضب فاطمه غضبناک و از خوشنودی او خوشنود می شود. و در ادامه برنامه سخنسرا در مورد زن نوشته های زیبایی را ارائه می کنیم بر شما که می نویسند: زن که باشی، مهربانیت دست خودت نیست. خوب می شوی حتی با آنان که چندان با تو خوب نبودند. دل رحم می شوی حتی در مقابل آنهایی که چندان رحم به تو نداشتند. بزرگترین افتخار زن این است که خیلی کم توسط مردان در بارش حرف زده شود، چه حرف خوب چه حرف بد. جمله زیبا از پریکلس. تار و پود روح زن از مهربانی بافته شده است. زن زیباست، چه آن زمان که از فرط خستگی چهرهش در هم است، چه آن زمان که خود را می آراید از پس همه خستگی هایش، چه آن زمان که فریاد می زند بر سرت و تو فقط حرکت زیبای لبهایش را می بینی، چه آن زمان که کودک جانش را به لبانش رسانده و دست بر پیشانی زده و لبخند می زند. زن زیباست آن زمانه که خسته از همه تهمت ها و نابرابری ها،
باز هم فراموشش نمی شود، چون مادر است، همسر است. آره، زن زیباست اگر بفهمی. پس چه زیباست که ما قدر زن را بدانیم؟ همون گونه که در جریان برنامه گفتم، یک بار دیگه تکرار می کنم که زن مادر است، زن خواهر است، زن همسر است. اگر زن را ارج گذاشتیم، یقیناً که ما وجیبه انسانی خود را ادا کردیم. پس بیاین با زنهایی که در خانواده ما هستند، چه در موقف مادر، خواهر، همسر یا اشخاص دیگه که بیرون از فامیل ما وجود دارن، به دیده قدر بنگریم و اونا را احترام بکنیم. ای بود برنامه سخنسرا که تقدیمتان شد در مورد زن و سخنان و گفته های از بزرگان جهان، همچنان سخنان از دیدگاه دین اسلام. سپاس از این که ما را تا این دم امراهی کردین. بقیه برنامه های زیبا را از طریق چینل خودتان یعنی افغانستان جورنال شنونده باشین و ای که باز هم ما اجمل غفوری با پیشکش نمودن یکی از برنامه های دیگر سخنسرا از طریق این چینل در خدمتتان قرار میگیرم. هر یکتان را به خداوند پاک میسپارم. خدا نگهدارتان.